اینم صبحونه یه مفصل خونه سعید آقا و شیرین خانم. به به، اومدیم توی حیات، جای همگیتون خالی. هوای عالی و این صدای چیرچیرکاست. آمدیم جنگل تیلاکنار، اینقدر قشنگه و اینقدر آرامش داره که خدا میدونه. دیگه مردم هم این گوشه کنارا نشستن و دارن صفا میکنن. کسایی که ایران نیستن جاتون واقعا خالیه. گفتم من اومدم اینجا، حیفه که شماها نبینی. غیر از اینکه این ماشینا رد میشن، سکوت کامل، فقط صدای پرنده ها میاد. انقدر این درخت ها قدیمیه، هر چقدر میری بالا میگیری، درخت ها هنوز همون بالا، خیلی بلند. ما اومدیم منزل خواهرزاده همسرجان، حالا میخوایم بریم کله پاچه بگیریم، بیاییم درست کنیم. سنگر رو ببین، اومده دم کله پاچه، یعنی کله پاچه درست میکنه. اومده میگه بهش غذا میدم، وایستاده اینجا تا غذا بگیره. کنارم نمیره، همجا وایستده بهش میگن میدن بهش. آخه نگاه کن، مامان چی کار میکنی؟ سلام علیکم به همگی، قربون شما. اومدی منزل آقا سعید، کله پاچه رفته گرفته، اولی پیشیم تو حیات آب کنیم. کله پاچه گرفتیم، مامانم چون استاده تو این کار دیگه نشستن دارن کله پاچه رو دیگه تمیز میخواییم بکنن که یه کله پاچه حسابی برای فردا درست کنیم. باید بگه این کار سعیده، بیاد اونو نس کنه. شو کار شما که نیست، دماغش بگیرن، این دماغش گرفتن. مامان چه کار دیگه داری میکنی؟ دارم کله پاچه رو پاک کردم، حالا میخوام بذارم این پشمش بسوزه. آها که یعنی ببین، آها داره کزش میده. بله دارم کزش میده این پشمو. به این صورت ببینی، به این صورت، به این صورت. آره دیگه، روی حرارت میذاری که اون بله کز بخوره، پشمش بسوزه. آره بسوزه. آره بسوزه. بله اینم کار کله پاچه هم میکنه. والا دیگه کارمون تموم شده، حالا میخوام دندونش مسواک بزنم که تمیز بشه. ببین اینم مسواک مخصوص کله پاچه است، مخصوص دندون همین. بله به این صورت. حالا موقعی که میریم از کله پاچه یا بیرون کله پاچه میخریم که اصلا این کارا رو نمی کنم، همینجوری درسته برمیدارم میذارم توی دیش و نه گودش رو در میارن و نه میپزه دیگه، بشینم میخورم میشم مسواک بزنم. مردم هم دیگه، مردم هم میشین میخورن دیگه، ولی دیگه چم چم میکنن دیگه. ما میاریم خونه کاملا میشوریمش. بله به این دیگه قشنگ تر و تمیز میشه. بریم سراغ کله پاچه. بریم پاچه، هم پاچه ها رو قشنگ شفتی قشنگ. کزش دادیم، موهاش همه سوخته. بله حالا به این صورت میکنیم که سیاهیات بره. لای پاشم یه قده بوده در بردیم، ببین در بردم قده شو، قبلا در بردم، حالا خیسش کرد. مهمون آقا سعید با کله پاچه. آره دیگه، خود صابخونم حواس کله پاچه شدید کرده بوده. دیگه مامان منی که آمده اینجا دیگه گفت بریم کله پاچه بخریم که همه گی دوره هم
بخور. گوشه جان کنی بفرمایی جای شما خالی بسیار. حالا بپزه ماما. حالا کنم فعلا خامه. حالا خامه در حال شستن. چه کردی مامان کله پاچه ها رو؟ حالا کله پاچه رو شستیم و همین کار رو شکردیم و کار رو شیرکیم. حالا گذاشتیم یه جوش بخوره بعد خالی کنیم دخمش بره بعد بذاریم بپزه. بعد پیاز و سیب زمین بذاشتن که یه جوشی خورده حالا میخوان آب کشش کنم. آب کشش کنیم حالا بود دخمش میره. بعد دیگه آب بریزیم بذاریم بپزه. پیاز هرچی هم خواستیم برای موشو بگیره بهش میریزیم. مامان اینا رو در میاری از تو آب؟ دیگه حالا این جوشیده دونه دونه آب در میاریم که بذاریم آبش هم میریزی دور میذاریم اینجا آبش بره بعد این یکی کله بذاریم بسترش این آبش هم میریزی دور با ما؟ آره آبش هم میریزم دور کم که روشو خالی کنم آره. بفرم این خشم بزرگ میشه گره حالا آب می‌ریزی بذاری به دوباره بذاری اینو بلند می‌کنیم ای با نظر کارمون زار شد آب می‌ریزی روش مامان دیگه بله دیگه آب بریزی پیاز بذاری آبو می‌ذاری که تا روی کله پاچه بله. رو بگیره بله آب بخیر دیگه آماده است اینجا خوشم گرفتیم دیگه حالا پیاز رو اینا هم می‌ذاری پیاز رو هرچی می‌خوام بهش بزنیم می‌ذاریم بعد بمون می‌ذاریم بر بزنیم دخمه می‌ذاریم به فرق برای خود کله پاچه همون پخته از استخوناش هم ثبات کردم قبلا در بردن حالا ببینید چه کله پاچه ای شده بح 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 دیگه لک شده ببینید یعنی زیرشو خاموش میکنیم بله الان دیگه زیرشو خاموش میکنیم ببین اینم زبونشه که باید توسیشو بکنیم دیگه لک شده بله لک شده آماده برای خوردن سلامه به فرمودم نامون کله پاچه آماده شده میخوام بعدی رو بکشم بریزیم کله پاچه ای هم شده آبش جدا میکنیم بله اول آبش جدا میکنیم بعد گوشش هم سوا میریزیم خب چه کله پاچه ما حاضر شده آماده برای خوردن به فرمی کل پاچه خب البته اونایی که دوست داشته باشن جای البته. شما بسیار خالی جاتون بفرمایی نوشه جان کنی شیرین خانم بفرم به به چی کله پاچه عالی خوشمزه شده عالی چه کله پاچه آدم حل میکنه جای شما بسیار خالیه که میل کنید جای همگیتون خالی جای همه دوستانم خالی شد دیگه ما بریم سر خوردن کله البته ما برای صبحونه دیگه نذاشتیم چون صبحونه من نمیتونم بخورم بقیه هم گفتن ما صبح نمیخوریم گذاشتیم برای نهار حالا بریم حمله به کله پاچه بفرمایید